در این شماره از بسته اخبار بین الملل ایسنا خبرهایی از ادعای طالبان مبنی بر کنترل 85% از خاک افغانستان، تحریم 34 شرکت مرتبط به چین، ایران و روسیه توسط آمریکا، دستگیری افراد مظنون به مشارکت در قتل رئیس جمهوری هایتی، در گذشته همسر انور سادات و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر شنبه 19 تیر شمار مبتلایان کووید 19 در جهان به مرز 187 میلیون نفر رسید و تعداد جانباختگان نیز به 4 میلیون و 40000 نفر نزدیک شد. تا کنون حدود 180 میلیون نفر از کرونا بهبود یافتند. در ادامه جولان سویه‌های جهش یافته کرونا در جنوب شرق آسیا، مالزی، تایلند و اندونزی همچنان شرایط وخیمی را تجربه می‌کنند. کره جنوبی نیز با افزایش قابل توجه مبتلایان روبرو شده است. شمار مبتلایان روزانه عراق نیز در روزهای اخیر به بیشترین میزان خود از ابتدای همه‌گیری رسیده است. شمار مبتلایان جدید روسیه هم روندی افزایشی دارد و تعداد فوتی‌های روزانه این کشور به مرز 800 نفر نزدیک شده است. اسپانیا و انگلستان هم روز جمعه به ترتیب بیشترین مبتلایان روزانه خود را در 5 و 6 ماه اخیر ثبت کردند. مقامات بهداشت آمریکا نیز اعلام کردند که روز جمعه بیشترین مبتلایان تازه شناسایی شده در 2 ماه اخیر ثبت شده است. ادعای طالبان درباره کنترل 85% از خاک افغانستان. در ادامه نبرد طالبان و نیروهای دولتی افغانستان، مقامات طالبان روز جمعه اعلام کردند این گروه کنترل بیش از 85% از خاک افغانستان را در دست دارد. اما دولت افغانستان ضمن رد این موضوع آن را بخشی از کارزار تبلیغاتی گروه طالبان توصیف کرد. از سوی دیگر، برخی مقامات محلی این کشور از تصرف یک منطقه مهم در ولایت هرات توسط طالبان خبر دادند. منطقه‌ای که محل زندگی هزاران نفر از مردم هزاره است. مقامات طالبان و افغانستان همچنین اعلام کردند شهر تورغندی در شمال افغانستان و هممرز با تاجیکستان تحت کنترل طالبان قرار دارد. تحریم 34 شرکت مرتبط به چین، ایران و روسیه توسط امریکا. وزارت بازرگانی امریکا روز جمعه اعلام کرد 34 شرکت مرتبط با چین، ایران و روسیه به دلیل فعالیت‌های مغایر با سیاست‌ها و منافع ملی ایالات متحده وارد فهرست تحریم‌های این کشور شدند. 14 شرکت چینی به دلیل ادعای آمریکا مبنی بر نقض حقوق مسلمانان اویغور مورد تحریم قرار گرفتند. چند شرکت نیز به اتهام تسهیل صادرات اقلام آمریکایی به ایران و مشارکت در خرید قطعات الکترونیکی برای بخشی از برنامه‌های نظامی روسیه تحریم شدند. دستگیری افراد مظنون به مشارکت در قتل رئیس جمهور هایتی. 11 مظنون در پرونده قتل جوونل موئیز رئیس جمهور هایتی پس از ورود به سفارت تایوان در پورتو پرنس پایتخت این کشور دستگیر شدند. سفارت تایوان در فاصله کمی از محل ترور واقع شده و مقامات آن در بیانیه ای افراد مسلح دستگیر شده را مزدور و مظنون به ترور خواندند. رئیس جمهور هایتی روز چهارشنبه در محل زندگی خود واقع در پایتخت این کشور به ضرب گلوله کشته و همسرش به شدت زخمی شد. مقامات هایتی از شناسایی 26 مظنون در ترور رئیس جمهور این کشور و بازداشت 17 نفر خبر دادند. نگرانی پنتاگون از حملات اخیر به نظامیان آمریکایی در عراق و سوریه. وزارت دفاع آمریکا نسبت به حملات اخیر به نیروهای نظامی این کشور در عراق و سوریه ابراز نگرانی کرد. تنها در روز چهارشنبه دیپلمات‌ها و سربازان آمریکایی مستقر در عراق و سوریه با 3 حمله موشکی و پهپادی مورد هدف قرار گرفتند. در یکی از این حملات 14 موشک به پایگاه هوایی عین الاسد در عراق شلیک شد و در پی آن 2 سرباز آمریکایی زخمی شدند. در گذشته همسر انور سادات، جهان سادات همسر محمد انور سادات رئیس جمهور فقید مصر پس از یک دوره طولانی مبارزه با بیماری صبح جمعه در سن 88 سالگی در قاهره درگذشت. جهان سادات نخستین بانوی اول مصر بود و از سال 1970 تا زمان ترور انور سادات در سال 1981 نقش عمده‌ای در فعالیت‌های اجتماعی این کشور ایفا کرد. تشییع پیکر احمد جبرئیل در دمشق. مراسم تشییع پیکر احمد جبرئیل مؤسس جبهه خلق برای آزادی فلسطین با حضور نمایندگان گروه‌های فلسطینی در دمشق برگزار شد. او در سال 1968 جبهه خلق برای آزادی فلسطین را تأسیس کرد و پس از جدایی از سازمان آزادی بخش فلسطین در سال 1984 دمشق را به عنوان مقر خود انتخاب کرد. احمد جبرئیل چهارشنبه گذشته در بیمارستانی در دمشق درگذشت.